بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه بجو راه جنات عدل، رهی که از عدن تا خداوند شد. این رو در ابتدای کتاب از میترا تا محمد حدود 40 و خورده سال پیش نوشتم و خرسندم که امروز همه با هم داریم راهی رو میریم که فردای ایران رو به گونه دیگری رقم میزنه. خبر خیلی خوبی که امروز براتون دارم، پیروزی شما مردم ایرانه، پیروزی شما سلحشوران آریایی است. خیلی دقت کنید، امروز ببینید شما چیکار کردید. شما دنیا رو به هم ریختید، یه زلزله جهانی به وجود آوردید. امروز میخوام از این زلزله جهانی براتون بگم. این زلزله جهانی رو از 2 ماه پیش شروع کردیم، دقیقاً کمتر یا بیشتر، و میدونید که شاهزاده رضا پهلوی همونطور که من گفتم 160 تا سخنرانی و صحبت مصاحبه داشته. یکی از بچه‌ها من گفت آقا ما پالتاک و این مصاحبه های این وری و چیزی که ازش منتشر شده جمع کردیم. نه، تقریباً 500 تا سخن داره، یعنی 500 بار شاهزاده صحبت کرده، یا در پالتاک و یا در جای دیگه با مردم و نمیدونم روی تلویزیون ها و پیام های خصوصی خود. 500 تا خیلی ها، مثلا ما 3420 برنامه ماست امروز که میریم، 3420 برنامه تلویزیونی. حالا بگذاریم که رادیو آوا ایران هم برنامه زیاد داشتیم، اما شاهزاده عزیزم 500 تا. خب خیلی مهمه، 500 ایشون صحبت داشته تا کنون، و جالبه که فقط همین آخری لرزون دنیا رو. چرا؟ این رو اخوان سالس به ما جوابشو میده، مهدی اخوان سالس میگه حرکت از آن بود که محرکی بود. خیلی از موارد و مسائلی که ما مطرح کردیم در این چند برنامه اخیر که زلزله در جهان و در نظام جمهوری اسلامی وجود آورد، صحبت هایی بود که شاهزاده قبلا هم جان داده بود ولی بهش توجه نشده بود. اون رابطه با مذاکرات مجازی با مسعود رجوی اصلاً چه بتونه برنشون دادیم، مسلح به تظاهرات رفتن که اگر شما رو زدن شما بزنید، و خیلی چیزه دیگه شو شما میدونستین که گفته بود من نمیخوام شاه بشم، من جمهوری ترجیح میدم. این ها شنیده بودید، ولی میخوام بگم نام قبل بود ولی اصلا اون جنجال صدا رو به پا نکرده بود. این بار وقتی ما اومدیم پشت این قضیه، اینقدر این مثل توپ تو دنیا صدا کرد. خیلی مهمه، خیلی مهمه که واقعا غیر قابل تصور بود. این غیر قابل تصور بود که این گونه رژیم پوشالی ولایت فقیه رو بلرزونه. خیلی تحول به وجود آوردی لرزون، به گونه ای که اول از همه خود شخص خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار اومد ترس و وحشتش رو از شاهزاده رضا پهلوی که میخواد با مجاهدین خلق مسعود رجوی بیاد مطرح کرد. حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجع. انقلاب کبیر فرانسه بعد از حدود 12-13 سال، انقلابی که علیه پادشاهی علیه سلطنت به وجود آمده بود، بعد از 12-13 سال مجددا
کشور فرانسه سلطنتی شد. این مسئله همه شنیدید که خودش اومد این ترس رو مطرح کرد. وقتی که من اومدم مشخصا این دوتا رو با هم پیوند دادم، گفتم تشکیلات اصلاح شده غیر دینی شده شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی با متحد بشن، همونطور که از سالها پیش شاهزاده میخواسته، اینها رو به دانجا رساند که اینا چون میدونستن منفور جهان هستن که الان دیگه دارن میرن. و بعد پشتیبانی های جهانی رو هم شما دیدید، این بار ما پشتیبانی جهانی داشتیم که هیچگاه اینو نداشتیم. همون مثال بهتون زدم که سه تا تلویزیون مال سه تا قدرت انگلستان، امریکا، عربستان سعودی که پشتیبانی کردن زمین قضیه و الی آخر، یعنی مجبور شدن چون دیدن که چاره دیگه نداره دنیا اگر صلح و آسایش و آرامش میخواد، و بویژه جنگ یمن که عربستان سعودی رو به زانو در آورده و نقش تعیین کننده عربستان سعودی در دیپلماسی جهانی داره. خب این اینا خیلی ترسیدن. از اون طرف خانم مریم رجوی که با این پروژه مخالف هست و بوده برخلاف شوهرش، ایشون هم به تکاپو افتاد و کارهای غیر قابل تصوری انجام داد. مثلا میدونید که یکی دو هفته دیگه این سالگرد جشن شهیدان اینا هست، نمیگن حالا ولی 120 هزار تا سال 60 کشته دادن و بقیه رقم رو نمیدن، باید بدن توسط خمینی، لاجوردی و امیر باند رئیسی الاخر. سه چهار هفته دیگه این مراسم هست که هر سال میدونید که برگزار میکنن، حالا چند سالی که فقط روی زوم و این هاست، در پایگاه خودشون فیلم میگیرن اینا، ولی سابق در یک استادیوم ورزشی بسیار بزرگی در پاریس انجام میشد اینها، بایی که این نزدیک بود. ولی یه زودتر از اون دو تا مهمان بزرگ رو دعوت کردن، خانم رجبی یعنی شخص خانم مریم قاجار، که اومدن اینا اینجا همون حرفی رو زدن که همون ترسی رو که هم مریم داره هم نظام جمهوری اسلامی داره از بازگشت نظام شهریاری و پادشاهی به ایران. این دو تا شخصیت، یکیشون آقای مایکل پومپئو بود و دیگری آقای مایک پنس، هر دوتای اینها از شخصیت‌های بزرگ امنیتی و سیاسی امریکا هستن. هر دوتاشون معاون رئیس جمهور امریکا بودن، وزیر بودن، و آقای مایک پنس رئیس سازمان سیای امریکا بوده. خیلی مهمه. اینها هم یه اومدن که این شهریاری در ایران، همونطور که خود اینا شاه رو سرنگون کردن، خود اینا شاه رو کشتن، حتی دانیل ژلن هنرپیشه‌ای که فرانسوی نقش شاه رو بازی کرد به من گفت، و همه هم میدونیم خاطرات شهبوله رو که بخونید کهن‌دیارا، همین به وضوح دیده میشه که اینها هدفشون کشتن محمد رضا شاه بود که زنده نرسه به مصر و اینها. خب اینا یه بار دیگه نشون دادن که شهریاری رو برای ایران نمیخوان. شما الان میدونید مردم ایران همه شعاری که دارن میدن رضا شاه رو حد شاد هست. من همین دو سه هفته ای که در رابطه با ائتلاف، اتحاد، همبستگی مجازی مطروحه شاهزاده با مجاهدین خلق صحبت کردم، افرادی که لوب به قضیه رو نگرفته بودن بودن چند نفر میمدن میگفتن سیاوش هم چی حرفی تو زدی؟ تعجب میگردن، یعنی همه بر این باورن که میگن اینا نه. خب وقتی که جریانی از تشکیلات داره، تشکیلات قوی داره، لابی داره در سطح جهانی، پول داره، پول قدرت بالایی داره، ولی وقتی تو مردم جایگاه نداشت بشه نمیتونی انقلاب به وجود بیاری. انقلاب باید به وجود بیاری، وگرنه کودتا باشه باید خود رژیم کودتا بکنه. کودتا شما اینا که نمیتونه من کودتا بکنه که. خب این خیلی وحشت به استعمار نوین، جهانخواران، نظام ولایت فقیه و دیگران داشت. و از اون طرف که اونها چه کردن، از این طرف هم شما ببینید فقط آقای مایک پنس مشاور و معاون اول رئیس جمهور بوده، وکیل مجلس سالاست، پدرش توهیدست بوده، ایشون مال ایرلند اومده اونجا رسیده، آقای پومپئو هم مال ایتالیایی هست که رفتن اونجا چه کردن، خانواده هر دو مسیحی خیلی متعصب، مسیحی هایی که حتی اینا با سقط جنین دوتاشون اینا مخالفن، با سقط جنین گردن بر امریکا مطرح.
شما ببینین حرفایی که آقای رئیس سابق سازمان سیاه امریکا، معاون اول رئیس جمهور امریکا سابق میزنه، شما ببینید چقدر خطرناکه برای کسانی که هوادار شهریاری برای ایران هستن. وقت شما برین در خارجی دخیل ببندین صبح تا شب آه و ناله و زاری بکنید. قانونهای شورشی شما متعهد به حقوق بشر و آزادی و دموکراسی هستند برای همه مردم و یک دیدگاه برای یک ایران آزاد و امیدی و الهام بخش برای همه جهان. مریم رجوی، برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران، متضمن آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی برای همه مردم ایران که رهبرانشون رو انتخاب کنند. همون پایه هایی که بنیاد هایی که یک ایران آینده رو در واقع خواهد ساخت. رژیم تهران میخواهد دنیا رو فریب بده تا باور کنند که تظاهر کنندگان در ایران میخوان به دیکتاتوری شاه برگردند. ولی میخواهم به شما تضمین بدم ما فریب دروغ های اونها رو نمیخوریم. پس بگذارید از همه شما که اینجا هستید بپرسم تا همه دنیا بشنوند. آیا مردم ایران میخواهند یک دیکتاتور رو با دیکتاتور دیگری جایگزین کنند؟ Or do the Iranian people want to live in freedom and democracy for all the people of Iran? برای همه مردم ایران زندگی کنند. خب این خیلی مسئله مهم بود. یعنی ما یه زلزله انداختیم در نظام جمهوری اسلامی. زلزله تازه بازتابی که الان داشته و داره فراتر هست. شما دیدید دیگه با این زلزله‌ای که ما آفریدیم، مطرح کردم منو و صحبت‌های ما که تا این 40 سال همواره حساب شده و منطقی بوده، این یک مانور قدرتمند سیاسی بود که رژیم رو به لرزه انداخت و یک تحول جرمی بزرگی در میان خودشون به وجود آوردن. من یادم مانور خیلی مهمه، مانور نظامی دادن، مانور سیاسی دادن، مانور دیپلماسی دادن. ما یه مانوری بود دادیم، وگرنه آرزوی ماست که این اتحاد به وجود بیاد و نظام سرنگون بشه. ولی من شوربختانه بهتون بگم چه اتحادی به وجود نمیاد، چون الان دارید میبینید که تا چه حد دشمنان ایران همچنان نشستن و ما در غفلت به سر میبریم. شوربختانه ولی مانور خوبی دادیم. من کودک که بودم، یعنی نوجوان، 10-12 سال داشتم، میرفتم کاراته در مشهد. یه باشگاهی بود بالا خیابان و باشگاه بهرامی و آقای زمانی نامی بود که رئیس بود اونجا، رئیس کاراته، و به من کاراته یاد میداد و میگفت به ما که درس اولی که به ما داد، گفت ببینید در کاراته مثل رزم و جنگ دیگری پیش از این که بزنی باید فریاد بزنی، باید پیش از این که با ضربت طرف رو بترسونی بایستی با فریادت بترسونید. به خاطر همین که یا این صدای بروسلی رو دیدین، صدای اجدا در میرفت اینا، اونقا بروسلی هم خیلی مد بود. اونو ما آموختیم که اول باید فریاده رو بزنی، دعات رو بزنی که بترسه. مانور همینه، مانور تا دو تا کشور میان فکر میکنن که کسی بهشون میخواد حمله بشه، یه هم یه مانور نظامی میده، نیروی خود چه در میاره آسمان و زمین و کوچه و خیام نشون میده. ما این نیروی که اندیشه بود مطرح کردیم، اتحاد این دو تا نیرو با هم و بعد رأی مردم، و چون ما مطمئن هستیم که رأی مردم به ما و نظام شهریاری ما بیشتر و بهتر است، ما مطمئن بودیم که میبریم. ولی از اون طرف استعمار نوین هر کاری کرد که نشه. ولی ضربه ای که نظام جمهوری اسلامی ایران خود خیلی قوی بود. اول از همه شنیدیم که گفتن طایب زدن کشتن. ما برنامه خب هفته یه بار دیره خواستم همون که بگم که آقا نه نکشتنش، گذاشتنش کنار، یه پست دیگه بهش میدن مثل